چند سال است که دولت ازبکستان دستور بسته بودن مساجد شیعیان در این کشور را صادر کرده است. در همین حال مقام های دولتی در شهر بخارا در ازبکستان مانع از به سمر رسیدن تلاش های شیعیان برای بازگشایی مساجد به بحانه های مختلف می شوند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. مقام های دولتی ازبکستان تقاضاهای اخیر جوامع مذهبی برای بازگشایی مساجد را رد کردند. این در حالی است که پیشنویس قانون جدید برای برخی محدودیت های دینی برای امضای ریاست جمهوری ارسال شده است. شیعیان در سراسر ازبکستان فقط چهار مسجد ثبت شده برای خودشان دارند. دو مسجد در منطقه بخارا و دو مسجد در سمرقن. ظرفیت این مساجد برای تأمین تقاضای نمازگزاران کافی نیست و مسلمانان در جشن های مذهبی مجبور به تجمع در خیابان ها هستند. در منطقه بخارا هفت مسجد شیعه از اوایل دهه 1990 تا سال 2008 فعالیت داشتند که مقامات همه آنها به دو مسجد را تعطیل کردند. مقامات دولتی پنج مسجد دیگر شیعیان را به بهانه اینکه ساختمان مسجد فاقد سند مالکیت است بستند. شیعیان میگویند که بدون داشتن مساجد به تعداد کافی بسیاری به ویژه جوانان از مناسک مذهبی خود محروم میمانند دولت بخارا به طور مکرر اظهار داشتند که بسیاری از شیعیان مایلند که پنج مسجد تعطیل شده مجددا بازگشایی شود تا ظرفیت بیشتری برای نمازگذاران فراهم شود یکی از بزرگترین نگرانی های شیعیان این است که مساجد آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند به عنوان مثال از آنها به عنوان کارگاه های نجاری یا انبار های اجاره ای استفاده می شود در پاییز سال 2020 کمیته امور مذهبی و دیگر مقامات به وضوح استفاده نامناسب از ساختمان هایی که مراسم عبادی در آنها برگزار می شوند را مورد انتقاد قرار دادند. شیعیان در منطقه بخارا خودشان ساختمان مسجد خوجی باخروم را که می تواند دویست نمازگزار را در خود جای دهد تعمیر کردند. اما مقامات این شهر اعلام کردند که مسلمانان مجوز استفاده از این مسجد را نخواهند گرفت.